ازدواج با گوگوش نابودم کرد. گفتگوی سعید کنگرانی یکی از همسران گوگوش جنجالی به پا کرد. دوستان عزیز، به کانال حاشیه تیوی پلاس خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیزی روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش هم فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. سعید کنگرانی بازیگر فیلم جنجالی در امتداد شب در مصاحبه پیرامون تاریخ سری سینمای کشورمون از روابط پنهان و وقایع ناگفته سینمای پیش از انقلاب پرده برداشته. گفته شده سعید سنگرانی از نمونه‌های نادر سینمای کشورمونه، بازیگری که در نیمه دوم دهه 1350 ناگهان به یک فوق ستاره تبدیل شد. دوران شهرت سعید سنگرانی بسیار کوتاه بود. او گفته که من یکی از قربانیان سینمای عصر پهلوی هستم. خیلی سعی کردم در ایران بمونم و ثابت بکنم که من مثل بقیه همکارام در سینمای عصر پهلوی نیستم. ولی خب کسی بهم اعتماد نکرد و بهم کاری ندادن. منم مجبور شدم ایران رو به مقصد آمریکا ترک کنم. یه مدت رفتم آمریکا موندم. اونجا هم ازم استقبال نکردن و بهم هیچ کاری ندادن و به من گفتن که تو یک انقلابی هستی. دوباره برگشتم ایران و باز هم همون ماجرا ادامه داشت. ولی حالا میخوام یک سری از وقایع و حقایقی رو راجع به سینمای پهلوی افشا بکنم. جالبه بدونید آقای سعید کنگرانی در فیلم رهگذر بازی میکرد. در این فیلم او به شهرتی بی سابقه رسیده بود که حتی بازیگرانی که جایگاه والایی داشتن مثل بهروز وثوقی و خانم گوگوش رو هم تهدید میکرد و همین براش داره مکافاتی شد. در این مصاحبه از آقای کنگرانی سوال شده، خیلی ها میگن این حرفای شما توهم و شعاره و مخاطبان حرفاتون رو قبول نمی کنن. شما سندتون کجاست؟ آقای کنگرانی گفتن یکی از سندها خود منم. مثلا یک سرمایه دار صاحب مرغداری عظیم، کسی مثل حجیر یزدانی که فقط در کار و تجارت و تولید نبود، بلکه پشت پرده با 3 نفر دیگه مثل خرم صاحب پارک ارم در استودیوی سرمایه گذاری می کردن و همونا زنانی رو که اشاره کردم در سراسر ایران نشون می کردن. به خیابون ارباب جمشید می آوردن و فلان تهیه کننده از فقر و ضعف مالی اون دختر خانم سوء استفاده می کرد. همونجا از پدر بدبخت اون دختر خانم دستخط می گرفتن که دیگه دخترش باکره نیست، تا بعد از عقد قرارداد هر بلایی که می خوان سر دخترش بیارن و پدر هم حق اعتراض نداشته باشه. مثلا فیلم رضا موتوری در آریانا فیلم آقای شباویز تهیه شد. من خودم اونجا شاهد بودم که یه پدر بسیار فقیر دخترش رو که شاید بیش از 15-16 سال نداشت و باکره بود آورد و قرارداد بستن. دختر نقشی رو بازی کنه و تبدیل به ستاره بشه. کل پولی که آقای شباویز بابت قرارداد و دستخطی که از پدر دختر گرفت مبنی بر اینکه باکره نیست 7000 تومان بود فقط. این یک نمونه‌ای بود که من خودم با چشمم دیدم در سالهای 48-49. اون همون فیلمی بود که نقش اول اون رو یکی از بازیگران معروف بازی میکرد و حالا اون دختر خانم تبدیل شده به یک خواننده‌ای که اگر اسمشو ببرم همتون میشناسید. از آقای سعید کنگرانی سوال میشه یعنی دختری رو که هنوز به سن قانونی نرسیده بود به این شکل از پدرش میخریدند؟ آقای کنگرانی گفتن بله. سلسله مراتبی که امثال این خانم رو کشف میکرد در جامعه هنری ما توسط با عرض معذرت یک پا انداز انجام میشد. این یک شغل بود و طرف فکر نمیکرد که داره کار بدی میکنه. وقتی سینما نیاز به سیاهی لشکر داشت، 2 نفر بودن به نام خانم بهرامی و آقای حسن دکتر. هر تیپ دختری رو که میخواستید اینا براتون پیدا میکردن. البته هنوز هم در سینمای بعد از انقلاب هم آدمهایی مثل خانم بهرامی و آقای حسن دکتر رو داریم. مثلا در اون سالها در سینمای پهلوی تهیه کننده میگفت من یک دختر باکره 14 ساله میخوام، یا مثلا یک دبیرستانی میخوام که 20 ساله نشون بده، چون قصه فیلم طوری بود که بدمن یا اونجای دختر رو فیلمشو میگرفتن. مثلا فیلم قیصر که جلال بهش تجاوز کرد رو واقعا جلال بهش تجاوز کرد. در فیلم اصلی کاملا اون دختر بدبخت رو که سنی هم نداشت رو برهنه کردن، ولی در نسخه بعد از انقلابش کلن سانسور کردن. کسانی بودن که گندلات رسمی بودند، الان هم هستن. لاتایی بودن که از کاباره ها محافظت می کردن. لاتایی هم بودن که بادیگارد مادر شاه بودند. آقای سعید کنگرانی گفت جالبه بدونید که دخترها رو در اون زمان ستاره دار می کردن و بعد برای شیوخ عرب صادر می کردن.
از آقای سعید کنگرانی سوال میشه گوگوش هم همبازی شما بود. او چگونه به سینما آمد و روایت درست آن چیست؟ آقای سعید کنگرانی در پاسخ میگن گوگوش هم از طریق همین مناسبات به سینما آمد که نوشافرین اومده بود. دورانی که من با گوگوش آشنا شدم شرکت فیتسی که مخفف انگلیسی شرکت صنایع گسترش سینمای ایران تأسیس شده بود و خانم گوگوش هم با اونا قرارداد بسته بود. سعید کنگرانی در قسمتی از افشاگریاش میگه مثلا گوگوش و بهروز وثوقی همیشه با هم رابطه داشتند. واقعا گوگوش آدمی نیستش که شما تصورشو میکنید. گوگوش هم در پشت پرده روابطی داشته که هیچ وقت صحبتی نشده راجبش. آقای سعید کنگرانی در قسمتی از صحبتهاشون به آقای محمود قربانی هم اشاره میکنن و میگن محمود قربانی برای گوگوش هر کاری میکرد، هر کاری. برای موفقیت گوگوش چه کارهایی که نمیکرد، چه باجهایی که به بقیه نمیداد و صحنه رو برای گوگوش فراهم میکرد. مثلا وقتی که کسی میخواست با گوگوش بخونه ولی محمود دوست نداشت، یه عده لات و لوت و میریخ روی سر بقیه خواننده ها. همچنین آقای سعید کنگرانی که دل پرخونی از خانم گوگوش داشتن گفت گوگوش منو بیچاره کرد، باعث شد من معتاد بشم، باعث شد من بدبخت بشم و حالا باید بگم که الان خود اونها مرفه هستن و در جایگاه خوبی هستن و گذشتشونم دیگه یادشون نمیاد، ولی من میخوام از گذشته صحبت بکنم که اینها از کجا به کجا رسیدن. سینمای گذشته ما پر از فساد بود، پر از روابطی بود که این به اون یکی خیانت میکرد و اون با اون یکی ازدواج میکرد. آقای سعید کنگرانی در قسمتی از افشاگریاشون گفتن تمام روابطی که در واقع توی جلوی دوربین دیده میشد واقعی بود و واقعا به دخترهای خردسالی تجاوز میشد که حقشون نبود. اونها به خاطر فقر مالی بلاها سرشون می اومد و اکثرا این دخترها رو از پایین شهر پیدا می کردن می آوردن. الان خیلی از خواننده هایی که روی صحنه و استیج می بینیم در واقع همون دخترهایی هستن که پدراشون اونها رو فروختن به خاطر پول، به خاطر غم نان. اینها هم افشاگری های آقای سعید کنگرانی بود که اعلام کرد به خاطر عده‌ای از سلبریتی ها همچون خانم گوگوش بدبخت شده و در واقع خودش رو یک نوع قربانی سینمای پهلوی میدونه. دوستان عزیز، اگر شما راجع به صحبت های آقای سعید کنگرانی نظر خاصی دارید، لطفاً نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید و لطفاً وارد یوتیوب بشید، وارد کانال حاشیه تیوی پلاس بشید و روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش هم فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید و لینک این ویدیو و کانال ما و ویدیوهای بعدی ما و قبلی ما رو برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر در گروه‌های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و با عضویت در کانال حاشیه تیوی پلاس جز اولین نفرها از دنیای هنرمندان باشید.